گروه تروریستی داعش بیشترین فعالیت‌ها را در ولایت‌های شرقی کشور از جمله ننگرهار دارد. حضور این گروه تروریستی سبب نگرانی مردم شده است. با گذشت یک سال از حضور گروه تروریستی داعش در کشور، رئیس جمهور میگوید که تروریستان داعش در افغانستان دفن خواهند شد. گروه تروریستی داعش یک پدیده افغانستانی نیست و جنایات این گروه باعث روگردانی مردم از این گروه شده است. من وعده می دهم که داعش را در افغانستان دفن می کنم. گروه تروریستی داعش در کشور عملکردهای غیر اسلامی و انسانی داشته است. کوچاندن و کشتار غیر نظامیان از جنایات گروه تروریستی داعش در کشور بوده است. رئیس جمهور غنی می گوید که نیاز است تا همکاری منطقه‌ای و جهانی برای از بین بردن این گروه تروریستی وجود داشته باشد. گروه تروریستی داعش تنها تهدید برای افغانستان نیست، بل منطقه و جهان را نیز تهدید می کند. بنابراین نیاز است که همکاری های منطقه‌ای و جهانی برای از بین بردن گروه تروریستی داعش در منطقه صورت گیرد. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس حکومت را با کمکاری برای از بین بردن تروریستان متهم می کنند و می گویند که حکومت در برابر تروریستان در 14 سال گذشته ضعیف عمل کرده است. اگر حکومت وحدت ملی یک تلاش جدی در ارتباط با سرکوب مخالفین، به خصوص جلوگیری از گسترش و نفوذ داعش نداشته باشه، قطعا در آینده با چالش های عمده مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی می گوید که تروریستان داعش قصد داشتند در بسیاری از مناطق کشور نفوذ پیدا کنند، اما تا کنون به این کار موفق نشدند. با گفته سخنگوی این وزارت، پیدایش تروریستان داعش در افغانستان یک پروژه استخباراتی منطقه‌ای است و این جنگی که در افغانستان جریان داره این جنگ استخباراتی است، جنگ عادی نیست. باید مردم افغانستان هم بداند، تماما کسی که به این جنگ نگاه میکنه از این طور عادی نگاه نکنه. اینا شما میدانین هر روز ما عملیات داریم. این میلی که ما شما گم میزنیم، ما 20 عملیاتی پلان شده را در 17 ولایت کشور داریم. تا کنون صدها عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی در برابر تروریستان داعش در کشور انجام شده است. به اساس ارقامی که بخش مطبوعات ارگانهای امنیتی ارائه می کنند، در هر عملیات نظامی علیه این گروه نزدیک به 10 تروریست کشته می شود.